به نام خدا با عرض سلام بیننده های عزیز تلویزیون اورانوس و شنونده های گرامی رادیو کندوز، به یکی دیگر از گزارش های ویژه ما خوش آمدید. البته این بار از بندر شیرخان، بزرگترین بندر در زون شمال شرق البته که در ولایت کندوز هست. ما اینجا آمدیم تا با هموطنان ما که اینجا در پهلوانی اشتراک کردن صحبت های داشته باشیم. البته قسمی که میبینید چندین ولایت، البته پهلوانان چندین ولایت اینجا آمدن با هم، البته کشتی یا هم قشتین میگیرن. شما تا آخر این گزارش بیننده برنامه ما باشید. بیننده های عزیز، در ادامه گزارش هستیم. ما در داخل میدان پهلوانی شدیم. البته اینجا هموطنان ما هستند که اینجا کورش میگیرن و با اینا صحبت میکنیم. بزرگا هست اینجا برای کسایی که برنده میشن جایزه میتن و با مسئولین صحبت میکنیم، با بزرگایی که این ورزش را، البته این مسابقات را برگزار کردن. در ادامه گزارش با ما باشید. ما میریم پیش مسئولین که با اینا صحبت داشته باشیم و که در این مسابقات از چند ولایت اشتراک کردن و تا چند روز دوام خواهد داشت. سلام، ما دی صحبت بکنین. ما برادر به مدت که 30 سال میشه دمی بول سالی مام سر اینه می وظیفه تو اینه می وظیفه ما لاس پیپر و گابزر نه خوشتیر خونه گرفتین؟ نه نه. چرا خخ چند سال میشه همین کار را میکنی؟ 25 30 سال شد. 25 30 سال. بله. این مسابقات تا چند روز است به نظرتون؟ این مسابقات که اصل ما دو روزه گرفته بودیم، باز گفت که این مسابقه روز جمعه آینده داخل ایمان یک روزه شده؟ یک روزه شده. این به نقص شما شده به فایده؟ به فایده مردم ملت. نه نه، به نقص شما شده به فایده تون؟ به فایده ما شده. خب نمیگم یک روزش کم شده. خب یک روزش در نقص ما شد. یک روز شما نگفتم. نه در نقص شما شده. در نقص ما شد. خب اینه نگفتین. نه بله. اگر چند روز دوام دار باشه با فایده تون است دیگه. اگر این درست سریال باشه تا فایده ما مجبور جیبم پر میشه دیگه. خب جیبتون پر از چاکلیت یا از پول؟ از پیسه. سلامت باشین. کدام پیام می داشته باشین؟ تشکر از آمدن شما. سلامت باشین و کارتان برکت. خب هموطنان عزیز، در ادامه گزارش با ما هستین. پهلوانی میگه از ما و تو در آخر است میگه. چلنج داده. صحیح صحیح. همکار ما. میگیریم. خیلی بیننده های عزیز منتظر پهلوانی هم باشید. با رئیس کورش ولسوالی امام صاحب صحبت میکنیم. سلام. علیکم سلام. خوب هستین؟ سلامت هستین؟ سلامت. جان شما جور است. نامتان رو برام بگوید. شیر آقا نوری از ولسوالی امام صاحب. رئیس، در مورد این مسابقات بگوین برام. این مسابقات ما بین پنج ولایت است: جوزجان، شبرغان، سمنگان، بغلان، تخار. از اونجا بسیار تا پهلوانا تشریف آورده. امروز مسابقات ما از ساعت 9 تا نماز جمعه را، بعد نماز جمعه تا نماز عصر دوام داره ان شاء الله. تا فعلا مسابقات چطور بود؟ بسیار جالب. جوانات نو جوانات بسیار جالب تر است ان شاء الله. خب شوق علاقه مردم ولسوالی امام صاحب چگونه است برای ان شاء الله که مردم امام صاحب پهلوانی بسیار علاقمند هستند. پهلوانی زیاد بسیار پهلوانی جالب تر داره. چند مدت بعد برگزار میشه هر مسابقه که ماشاءالله شما؟ مسابقه ما بسیاری مسابقه از طرف تویا سن روسی که میشه، باز بیادر پهلوانی میته دیگه. یک جمعه تا دیگه جمعه را. یک جمعه در یک هفته یک بار برگزار میکنه. بله بله بله. اینم خودش کلان چی میگن دستاورد است برای شما. بله. بعد جزی که در عروسی ها برگزار میشه، شما یک جمعه بعد پهلوانی برگزار میکنید. چطور از سطح ورزش پهلوانی در سطح امام صاحب؟ ماشاءالله بسیار بلندترین پهلوان داره امام صاحب، ورزشکارا داره، همه شانش انشاءالله ترتیب در مسابقات در سطح ولایت هم اشتراک میکنن؟ بله ها، در ولایت ها میریم. سمنگان، سرپل مسابقه میتیم. دستاورت هایی داشتن؟ بله ها، بله ها. چقدر اطمینان میتین بر جوان ها که امی رشته پهلوانی را بخوان انتخاب بکنن و فعالیت بکنن؟ چقدر اطمینان میتین که حمایت میشن و دستگیر میشن؟ انشاءالله اطمینان ما 100% است که ما اطمینان داریم که از این پس پهلوانان امنیت سر تا سر افغانستان است ان شاء الله.
ما اطمینان میدیم که ادامه داشته باشه. بدون شک کدام پیامی دیگه داشته باشین بر جوانا؟ چون شما عامر یا رئیس پهلوانی هستین، رئیس کورش هستین. پیام ما به خصوصا به ولسوالی امام صاحب، به جوانای امام صاحب، به جوانای ولایت قندوز همی است که زحمت بکشن، در کلاب جور کنن، سر خود زحمت بکشن، انشاءالله که ما در هر مسابقه سر بلند شده بیه. به خیر و سلامت باشید. تشکر، موفق باشید رئیس گرامی. خب با هم وطنان دیگر ما صحبت میکنیم، اینجا هستن، آمدن برای تماشای پهلوانی، برای دیدن این مسابقات جالب و دیدنی. البته این مسابقات یکی از مسابقات کهن و البته ورزش های اصیل کندوز زمین است. سلام. وعلیکم خوب سلام. شکر سلامت, سلامت باشید. نامتان رو برام بگویید. اسم حمیدالله محمدی است، یکی از بیننده کورش ولسوالی امام صاحب. خوب هستین انشاءالله. شکر سلامت. از خود امام صاحب آمدین یا از کلم؟ بله بله، از امام صاحب هستیم. فعلا در شرخان بندر به خاطر پهلوانی آمدیم. خب تماشا کنیم پهلوانی را. چقدر علاقمند پهلوانی هست؟ والا بسیار علاقمند پهلوانی هستیم و یک تن از تیم مالی کورش ولسوالی امام صاحب هستیم. ما همکاری رئیس صاحب نگاه بسیار خوش هستیم. ما مردم از رقم برنامه که رئیس صاحب برام میاندازه همگی جوانا تشویق میشه و یکی رسم عناناتی از سابق از بابگی ما مانده بسیار خوش هستیم و فعلا مردم هم بسیار راضی است از این کارکرد رئیس. تشکر. شما حمایت مالی هم میکنین؟ بله بله، ما مردم خودتون کشتی میگیرین؟ ما تقریبا پیش وقتا کشتی میگیریم، فعلا کلاب داریم. خب خب، ولی خودتون نمیگیرین؟ بله یا نه نمیگیریم. چرا؟ دیگه سندی ما یک ذره نه خود جوان هستین؟ جوان هستیم، در زمین بعضی مصروفیت هاست. خب دیگه آدم خاطر رسیده کدن میتونیم همی که جوانا را پرورش میتین و بعد میایین حمایت میکنین، اینو کلان گفت. بله بله، ما تشویق میکنیم و دیگه از آمدن امارت اسلامی فعلا بعضی از عنانات مردم گم شده، بعضی از مشکلات ها بود، امنیت هم صدمه میرسان. فعلا الحمدلله امنیت سرتاسری است و بسیار مردم خوش از از عنانات در روسیه و در محفل های کلان کلان کورش یا پهلوانی را ادامه میده. مردم بسیار خوش هستیم. ما مردم بسیار تشکر. شما بودم پیامی داشته باشه؟ والا پیامی کنم، پیامی خاص نداریم. پیامی خاص ما می است که جوان ها اتحاد و اتفاق و همدلی را از دست ندن. انشالله همی تو یک برنامه دیگه برو دست داریم دوام اشتراک کنن. دیگه فعلا شش ولایت در اینجا حضور دارن در شیرخان بندر. دیگه ما مردم هم همه پهلوانا همه جوانا رو تشویق میکنیم اتفاق و اتحادشان رو حفظ کنن. تشکر زیاد، شما موفق باشین. تشکر، سلامت باشین. سلام علیکم پهلوان سلام علیکم و علیکم خوب هستین ان شاء الله؟ سلامت هستین. یک تن ای کورش کارای ولسوالی حضرت امام صاحب، بیش از 20 سال میشه که ما خب همین کورش پیش میبرم. بیش از یک کلاب دو کلاب زیر دست ما پس از 7 سال گر و در این برنامه رئیس جدید ما چی کردیم به نام شیر آقای نوری و خیل آقا معاون و خود من در ساعت یک معاونش هستم، هم میره میدان هستم در میدان ها. فعلا ما سه کلاب اف کلاب فعال داریم، یک کلاب در ولسوالی حضرت امام صاحب، یک کلاب دام در بشکپا، یک کلاب هم در درایی، دو کلاب هم یک کلاب در شیرخان بندر، دو کلاب هم در صفدار باغ. اف کلاب فعال، یک کلاب هم در چلکپا، اش کلاب فعال ما فعلا داریم در سطح قندوز، در سطح ولسوالی حضرت امام صاحب. امام صاحب بله ماشاءالله. نام ما میخوایم که اف کلاب دیگر هم فعال کنیم با کمک رئیس شیر آقای نوری و معاون. درست است. خودتان پهلوانی میکردید؟ بله، ما بیش از 200 پهلوانی کردیم، 100 برد دارم، 100 مساوی، 3 باخت دارم. آها. در پهلوانی اول آلی پیش از 600 شاگرد زیر دست ما است به نام طلب الدین پهلوان، قره پهلوان، محمد الله پهلوان، همینا که است فعلا کل شاگردای ما است. همین برنامه پهلوانی رم در ولسوالی حضرت امام صاحب اول خدا و دوم ما آغاز کرده رگستم به سمت رسان رگستم. خوب گفتم میتونیم که یکی از بنیانگذاران رشته پهلوانی در ولسوالی امام صاحب هستید. بله بله بله، در کل مردم معلوم است، در کل مردم سی است کلاب امام فعلا در ولسوالی حضرت امام صاحب در تاکای خود در تاریم امام فعال است و زیر یک شاگرد ما استاد طلب الدین زیر دست از او پیش میبرد. دیگه شاگرد ما در درایی داود پهلوان است، 40 تک پهلوان داره. یک دو کلاب دیگه هم فعلا هست در شیرخان بندر و سفیدار باغ که ما خودم اینا را تمرین میتونم
هر وقت با خبرشون میکنم. دیگه فعال ما دو کلاب از پول شخصی خودمون معامله فعال کنیم تا بال از طریق حکومت به ما یگام چیزی نداره. من 20 سال تقریبا رئیس کورش ارسال حضرت امام سیام بودم، به خاطر که آل یک ذره سن بالا رفته، جوان ها زیاد است، ما گفته که بان جوان ها پیش ببرم، فرصت بر جوان ها دادم. جوان ها دادم بله. خب شما حامی جوان فعلا ما خودمون میره میدانی میدان خودمون میکنیم. سطح مسابقات چگونه است امروز؟ سطح مسابقات امروز بین بغلان، قندوز، تخار، جوزجان، امام صاحب مسابقات است که شما دیگه مشاهده میکنید. بعد پیشین مسابقات پهلوانی کورش تاجیکستان هم است، یک سه چهار پهلوان تاجیکستان هم است. پهلوان تاجیک است؟ پهلوان تاجیک ها میای میگه در می سمت اشتراک میکنه. بعد نماز جمعه ان شاء الله که بعد میدان معلوم میشه ان شاء الله. خب اگر بودیم ان شاء الله اونا با اونام صحبت میکنیم. بله بله با اونام اون مسابقات رو هم به تصویر میکشیم که ببینید. پیش از 10 روز پس یک مسابقات دیگه هم در رسولی حضرت امام سر توشک به صد پهلوان ورسولی بین خود ورسولی حضرت امام صاحب پیش از 100 نفر کجا مسابقات میکنه بین خود مسابقات بین خود حاصل کوشک. هم وطنان ما از کجا میآیه؟ هم وطنان شما از جوزجان میآیه، از مزار شریف میآیه، از بغلان میآیه، خانواد میآیه، تخار میآیه، قندوز میآیه، از امام صاحب میآیه، قلعه زال آختیفا میآیه، چهاردره میآیه. چقدر مردم ورزش دوست هستن؟ کلگی مردم خدا. وقتی که ما شروع کرده بودیم 3 نفر بودیم پهلوانی را، حال نام خدا 300 پهلوان در رسولی حضرت امام هست. نام خدا نام خدا. گفتم نه یکی از بنیانگذارای پهلوانی خودتون هستید. بله این فقط همو تاب و تلاش ما که از اول ما شروع کرده بودیم. کلاب اول ما در درایی بود، درایی بعدی رفتیم در رسولی حضرت امام هست، کلاب مرکزی را که ما فعال کردیم. دیگه همی شاگردان انشالله دستاورد خودیم هست. بسیار تشکر حاجی صاحب. اگر کدام پیامی داشته باشید؟ پیام نمیست که فقط ورزش بکنین، کار خوب این پهلوانی است که مرد ای مواد مخدر ای کار بیست دیگه دستایچی از این شوزا جوان ها من شوند. بسیار تشکر قربان سلامت باشید. خب بیننده های عزیز، قسمی که در تصویر میبینین اینجا پهلوانی در حال برگزاری است و دو تا پهلوان بین خود در حال گرفتن کشتی یا هم پهلوانی هستند. شما میبینید در تصویر و تصویر برای شما پخش میکنم. فعلا پهلوانی میان دو جوان در میدان کورش ولسوالی امام صاحب و بندر شیرخان ادامه داره و ببینیم نتیجه پهلوانی چه خواهد شد. شما در ادامه بیننده باشید. پیش پهلوانی هستیم که اما تو جانانه مسابقه را بر. سلام، خوب هستی؟ نامت بگو بر ما. ایوب جان. ایوب پهلوان میگیم. چطور هستی؟ خوب هستی. چند سال میشه پهلوانی میکنی؟ نیم سال. یک سال میشه. خب چطور شد که اما تو جانانه مسابقه را بردی؟ تمرین داشتی؟ خوب هستی. استادت کی هست؟ خراب پهلوان. خب خراب پهلوان یکی از پهلوانای نامدار قندوز. خب چقدر وقت میشد آمادگی میگرفتی خودت؟ یک هفته. خب این حریفت از کجا بود؟ اینجا از همین خود ولسوالی امام صاحب است. دیگه هم پلان داری که به مسابقات بیرون از امام صاحب اشتراک بکنی ولایات؟ یا اشتراک کردی؟ اشتراک کردم. چند بار؟ دو دفعه سه دفعه رفتم. خب مسابقه رو بردی یا باختی؟ بردم. بردی؟ نام خدا. هیچ شکست نداری؟ هیچ شکست نداری؟ نباختی تا هنوز؟ یک میشه دیگه. این حالی هم یک دفعه باختم. یک دفعه باختی یک دفعه بردی حالی؟ نام خدا. و حتما حریفت قوی بود. موفق باشی، سلامت باشی، برو خدا حافظت. خب بیننده های عزیز، میریم با هموطنان خود صحبت میکنیم که اینجا نشستن و برای تماشای کورش آمدن. با
بزرگا و با هموطنان دیگر صحبت میکنیم. شما در ادامه گزارش با ما باشین که با هموطنان خود صحبت میکنیم که اینجا به تماشای کورش آمدن. اینجا میشینیم باشین صحبت میکنیم. سلام علیکم حاجی سید. جور از بخیر خوب هستید. شکر سلامت هستید. شما خوب هستید. خوب سید متوجه کورش هستید دیگه نام خدا. نامتون رو بر ما بگویید. محمد عثمان. خب چه حال دارین؟ شکر الحمدلله خیر. از کجا آمدین بخیر؟ از امو شیرخان بندر از خود امیجا سید از من. امروز آمدیم به تماشا کورش دیگه. ها تماشا. چطور است مسابقه؟ بسیار خوب است. بسیار عالی است. بسیار مزه‌دار است. بسیار خدا راستی همه تو مزه میده که دیگه چه بگم مزه. اون کسی که چپا میشه شما رو مزه میده یا کسی که چپا میکنه؟ کسی که چپا میکنه اون داوری ما است. کسی که اون مسابقه است. کسی میبره کسی نمیبره دیگه او درازای خودش است. ما مردم بسیار خوش هستیم. شما فقط تماشا میکنین؟ تحلیل میکنین پیش خود؟ ها بالکل بشک. خودتان خطاب پهلوانی نکردین؟ نه خود ما نکردیم. قومای میکنه این بچای داور میکنه این پهلوان است. اینا ها اینا پهلوان حال دمینا نبر اومده بر اومده پهلوان بردم دم... ها برده تباخ بردم نو بچای برادرم تباخ برده ها نو مخواه اینا 300 تباخ برده بچای برادرم هنم رو برو ششتگی از دیگه پهلوان با اینا هم صحبت میکنی. خیلی شما ورزش دوست و کسایی که ورزش میکنه را حمایت میکنین؟ اینا را ما مردم حمایت میکنیم. اینا را ما مردم دوام میدم. اینا بسیار کار خوب است. اینا جس بسیار کار تماشا و کار خوب دل آدم زنده میکنه بدون شک. دل شما هم موت زنده به شک به شک خیر که ریش سفید شده به شک ولا ریش سفید شده رد گفت دل سیاه باشه دل سفید باشه. از تلویزیون شما یک جان بزن تشکر که آمدی ایجاد مایپل ما مردم تشریف آوردی بسیار جان تشکر سلامت قربان چه سلامت جوانی دکتر آجی سی سلامت باشید لذت ببرید. اینجا با پهلوان خودت هستی دیگه با خود صحبت بکنیم که باز نگویی که من مسابقه رم بردم با ما صحبت نکردی. سلام خوب هستی؟ سلامت هستی؟ نامت بر ما گل رحمان جان؟ گل رحمان گل رحمان پهلوان گل رحمان پهلوان. چند سال میشه پهلوانی میکنی؟ دو سه سال میشه. خب علاقه داری؟ خیلی زیاد چند بار مسابقه بردی تا حالی از وقتی که شروع کردی؟ زیاد چپم شدیم چند بار چپم شدیم؟ نه چی بگم زیاد چپم شدیم. زیاد چپم شدیم و کم بردی؟ کم. خب مگه همو از شکست شروع میشه تا پیروزی هنه؟ همو قسمت حالی بردی یا باختی؟ برد. چند؟ یک تا. یک تا بردی؟ تقسیم نمیکنی خانم؟ ها؟ قطعا تقسیم نمیکنی. تقسیم نمیکنی. خب حریفت از کجا بود؟ چی؟ حریفت از کجا بود؟ از همین منطقه بود. او هم از همینجا بود. ضعیف بود یا قوی بود؟ نه قوی بود. قوی بود. او در چل بود یاد من یا در زور؟ در زور بود. در زور بودی. بعضی چلا داره خب پهلوانی یک چل داره میگه پای مندازی تکنیک است تکنیک داره نه خ کدام پیامی داشته به جوانا میگه کشتی بگیرم کشتی خوب است ورزش بکنن دیگه جوانا بخیر باشی خیر باشی موفق باشی دیگه هم طبق ببری مثلا تنها نخوری میگه سلامت باشی. بیننده های عزیز هموطنان ما اینجا برای تماشای کورش یا هم پهلوانی آمده باشون صحبت میکنیم. یکی از پهلوانایی که امیال آماده رفتن است یا تازه آمده؟ آمده. خوب هستی؟ شکر. آماده رفتن هستی دیگه؟ آه بله. اما تو شعر رو میخوایم لب. آه دیگه چکر. حریفت از کجاست؟ حریف ما از امام صاحب. خواه از امام صاحب. از خود خودت از کجاست؟ خود ما از درای شیرخان بندر. خواه درای شیرخان بندر. هر منطقه از خود نام داره. چند سال میشه پهلوانی میکنی؟ از من خود یک سال میشه. یک سال میشه. یک سال میشه. چند حریف بردی تا حالا؟ زیاد بود. باختی؟ که اندازه هم باختیم هم بردیم دیگه. باخت برد پس. خب برد زیاد است. بردم زیاد است. برد زیاد است. نام خدا. در کندوز هم اشتراک کردید پهلوانی ها؟ در کندوز دو دفعه رفتیم در اسمینزار. شما در اسمینزار. خب خب برد یا باختی اونجا؟ در اونجا یک دفعه باختیم یک دفعه بردیم. نه نام خدا. خب نمو دیگه بالاخره شروع میشه تا پیروزی دیگه. آه دیگه شروع میشه. خب چند سال میشه گفتی؟ یک سال میشه. یک سال میشه. کم میشه. کم میشه تا. خب علاقه زیاد داری؟ آره. خیلی زیاد. خیلی زیاد. خب حریفای تو با تکنیک میبری یا با زور؟ ایتو میای که با تکنیکم راست میشه، با زورم میشه. اگه کدام تاش با تکنیک گرفت رو مجبور که زور کار کنی تاش. کدام تاش شده که مثلا هر چی زور زدی تکنیک بالاش رفتی نتونستی؟
نفهمیدم کدام حریفی برابر شده که تو حال تکنیک هم استفاده کردی بالایش زور هم استفاده کردی که نشده چپا کده نتانیستی چپا کده تانیستیم دیگه در زور خوشم اون میکنم ها چرا که در وقتی که پای بند میکنه چنگک تیر میکنه مجبور کاری زور است دیگه واردار میکنی واردار میکنی با زور دیگه حالی میری دیگه بر حالی میری بخیر موفق باشی زنده باشی سلامت باشی موفق باشی خب هموطنان ما با شور و هیجان مسابقات پهلوانی را در حال دیدن هست و برای تشویق آمدن، برای کشتی گرفتن آمدن شور و هیجان را میشه از صدا و سیمای آنان دید و میریم با هموطنان دیگر صحبت میکنیم که اینجا برای تماشای مسابقات آمدن کی صحبت میکنن؟ بیا بخیر بیا که صحبت بکنیم سلام علیک خوب هستی؟ بخیر هستی سلامت هستی جان و جور هست بخیر هستی انشاءالله نامکت برای ما بگو عبدالمجید مرادی خب مجید جان مرادی از کدام ولسوالی؟ ولسوالی امام صاحب ولایت کندوز پهلوان هستی تماشاچی؟ ما نطاق گوینده مردم محل قریه چارشنگی هستیم بس بحیث نماینده قریه چارشنگی دو قریه که پهلوانی برگزار میشه شما مثل پهلوان مزاری یا آقای مزاری شما این قسم گردانندگی میکنید بله بله خواه 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 چطور از سطح مسابقات امروز اینجا؟ ماشاءالله بسیار عالی است پهلوان ها را آوردین از او قریه؟ بله بله چند تا آوردین؟ تقریبا یک 20 همقد پهلوان آوردیم یک 4 دم نامشادم پهلوان آوردیم کلش دمیجا موجود است بردن باختن تا حالا؟ ما ساعت یک 5 دقیقه میشه که نو تازه آمده؟ بله تا حالا هیچ کلامش در مسابقات نرفتن؟ یکش مسابقت کده مساویانه خاتمه یافته بله. دیگه ایش هم میره بخیر انشاءالله بخیر کدام پیامی به جوان ها داشته باشی؟ ماشاءالله شروع هیجان مردم را برای مسابقات پهلوانی ما میبینیم پیام ما به پهلوان ها به جوان ها ای است که همیشه خوش و خوشحال باشن چون که پهلوانی یکی از عنانات مردم متدیل ولسوالی امام صاحب همچنان ولایت کندوز همیشه ما شوق و ذوق داریم چون که پهلوانای ما همیشه باید افتخار بکنه تمرین بکنه باید پهلوانی از زمان سابق از زمان حضرت علی ماندگی است یک تمرین است از این ما خوشایند هستیم بسیار زیاد تشکر موفق باشید تشکر زیاد خب بیننده های عزیز در ادامه گزارش با ما باشید با هموطنان دیگر صحبت میکنیم که برای تماشای این مسابقات از کجا تشریف آوردن چون بیشتر تماشاچیان یا هوادارانی که برای تماشای مسابقات پهلوانی آمده از خود امام صاحب هست و میبینین که پهلوانی با شور و هیجان در حال برگزاری هست خب اینجا قسمی که گفتم هموطنان ما برای دیدن پهلوانی آمده برای تماشای پهلوانی آمده یک تعدادش برای کشتی گرفتن آمده صحبت میکنیم با اینا یکی از هموطنان ما که اموتو لباس وطنی هم دارن و برای تماشای پهلوانی هم آمدن سلام بله و علیکم سلام خوب هستین شکر سلامت هستین سلامت شما. جان شما جور است سلامت و خیر هستین نامتون اسم ما محمد نسیم است نسیم جان از کجا آمدی از دورای شیرخان بندر از امیجا هستیم بله شما میزبان گفته میشید بله خب به خاطر کشتی گرفتن آمدی یا اموتو برای تماشای پهلوانا اومدیم دیگه میگه خوشی نمیگیری نه پهلوانا بغل ما هست خب آوردیم بله آوردیم برادر بچه کاکا اینا بله هستن خاما هست بیادر بچه خالا اینا اینا هستن چطور است مسابقات مسابقات خوب است جالب است جالب است بسیار خوش هستیم که تو لحظه کیف کردی بله ها چرا کیف نکردی خب بله کدام پیامی داشته باشی پیام امیره دارم که جوان ها همیشه اینمو تو موفق به شوقی به ورزش باشن تا که ما سیل بینام از اینا لذت ببریم شما مال ادامه مسابقات را لذت ببریم بله لذت ببریم سلامت باشید هموطنان ما اینجا برای تماشای مسابقات ما صحبت میکنیم مایک شما فرق میکنه از بله سر این لاسپیکر گفته میشه دیگه خوب هستی؟ شکر الحمدلله شما سر خاک بهاودین بهاودین خان بله پهلوان هستین یا؟ ما پهلوان امرایش هستم خواه امرای پهلوان هم پهلوان گفته میشه پهلوان گفته میشه این
لاسپیکر گفتم این لاسپیکر گفتم میشه لاسپیکر مای گنم دست بودگی تا هست این لاسپیکر میگه صدا میکنی دیگه صدا میکنم چند جم کردی تا حالا حالا خود یک دو صد جم شدی شده چیزی با تکنیک میگیری یا با رضا میتاج با رضا خانم پهلوانا که یک به دیگر از دیگه کارا من نشو نمو کار کنه که نمو کار تخریب از ورزش هم بر شما فایده است خونه کم خوردین مثل که من خودم کم چرا ما خونه نخوردیم شما خونه خوردیم ما خیت هست یک ذره لاغر هستم با کار میکنم دیگه کار از عرق میگم عرق خوشا و مریض میشم حال صدا بکنین برای پهلوانا کدام گفتنی برای هموطنان دیگر داشت دینی میفتاد دارم برادران پهلوانا دندارا برادران ها کشته بگیرین انشالله تعالی این میدان گرم میشه پس از نماز جمعه دیگه پهلوانی شروع میشه نماز جمعه که خنده شد بخیر باز پهلوانی دیگه میدان شروع میشه و ما علاقه دارم دارم سروالی هستم جایی که پهلوانی باشه ما تشریف میبرم نام خدا سلام علیکم رحمت الله برکاته سلامت باشین بخیر باشین یک جان تشکر پیام دیگه در مایی که ما داشتیم یک جان تشکر در مایی که خودتان خوب پیام دیگه خالی بود در مایی که شما نماز خدا شما را زنده کنه خدا هر سال نمتا بیاره ما و شما صحبت کنم قربان دیدن کنم انشاءالله سلامت و بخیر باشین خب بیننده های عزیز پهلوانی در منطقه شیرخان بندر ولسوالی امام صاحب مربوط ولایت کندز در حال برگزاری هست و قسمی که میبینی پهلوانان از گوشه گوشه ولایت کندز و چندین ولایت دیگر اینجا تشریف آوردن و میبینین که پهلوانی همونطور در حال جریان است و جانانه پهلوانان مسابقات را میبرند و برنده میدان میشن دیگر ماشاءالله به استعداد جوانان نوجوانان وطن عزیزمان افغانستان خب ما در همین جا برنامه خود را به پایان میرسونیم چون وقت خیلی کم است و شما هم بسایی تصویری را از البته لحظات جالب و دیدنی کشتی کرش ببینید و لذت ببرید این بود گزارش ویژه امروزی ما که تقدیم شما کردیم تا گزارش های بعد شما را به خداوند یکتا و بی همتا میسپارم